سلام سلام، من ارمغانم، دوستم محدثه، دوست 15 سالم اومده بودیم، ما هم بیرون داشتیم صحبت میکردیم، طبق معمول بحثای فلسفی میکردیم، گفتیم بذار دوربین روشن کنیم، صحبتمون رو با شما به اشتراک بذاریم، شاید یه نفر خوشش بیاد، دوست داشته باشه حرفایی که ما داریم با هم دیگه میزنیم. محدثه، خب من محدثم، ارمغان گفت ما 15 ساله با هم دوستیم. البته که معنی دوستی برای ما شکل متفاوت داری داره، به خاطر اینکه ما تو این 15 سال مداوم با هم دوست نبودیم، یعنی یه سری شرایط پیش اومده، هی آن و آف بودیم، ولی در نهایت در حال حاضر به اینجا رسیده که خدا رو شکر دوستیمون خیلی خوبه و من کمتر دوستی رو دیدم که این شکلی باشه. توی اطرافیانم، البته من خارج از دایره اطرافم خیلی خبر ندارم، ولی خب همونطور که ارمغان گفت می‌خوایم راجع به حالا دوستی و معانی که برای ما داشته براتون صحبت کنیم. با توجه به اینکه ما دوتا جفتمون 33 سالمونه دیگه، دوران تینیجری و اولای جوونی و تجربه های دوستی و دوستیابی رو تقریبا تا یه جایی ردش کردیم و به یه معنی از دوستی رسیدیم تقریبا با هم دیگه، اینکه چی میخوایم، با کی میتونیم دوست خوبی باشیم، کی میتونه دوست مناسب ما باشه، چقدر واسه دوستامون وقت بذاریم، چقدر واسه شون انرژی بذاریم. فکر میکنم تجربه خوبی داریم که میخوایم در مورد صحبت بکنیم. شاید مثلا این صحبتایی که ما میکنیم برای بچه های تینیجر خیلی خوب باشه، برای بچه هایی که تازه وارد دانشگاه شدن یا حتی مثلا دارن میان سر کار، میکنن چهار تا همکاری که کنارشون هست، از اونا یه دوستی برای خودشون پیدا بکنن. ما از 18 سالگی با هم دوست شدیم، یعنی دقیقاً تایمی با هم دوست شدیم که همه تازه وارد دانشگاه میشن، هی دوستای جدید از شهرهای مختلف، از فرهنگای مختلف، حتی مثلا سبک زندگی‌های متفاوت با هم آشنا میشن و خب دوست پیدا کردن خیلی راحته اولش، ولی واقعا اون دوسته، تعریفش واقعا دوسته یا نه هم دانشگاهیه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که اون کسی که باهاش ارتباط میگیری اون معنی دوستیه رو متوجه میشه. چرا من اینو دارم میگم؟ چون که فکر میکنم تو دوران دانشجو شدن و دانشگاه خیلی آدم واسش پیش میاد که با همه صمیمی میشه، با همه خیلی بره بریزه، با اینا رفیق خوابای منن، همیشه با همی میتره کنیم، خیلی خوش میگذره، واسه شون خیلی انرژی میذاری، بعد یهو مثلا بعد از یه چند سال به خودت میبینی هیچ کدوم نیستن، اصلا تموم شد، پس اون همه مثلا وقت گذروندن با هم بودن، خوش گذروندن، اینا من دیگه روشون قسم میخورم، اینا چی شدن، کجا رفتن، یهو وجود ندارن. خیلی چیزا پیش میاد تو دوران دانشجویی، دوست پسر رو نمیدونم، رابطه با این و اون و زای مختلف، دوستیاتون رو تحت شعاع قرار میده. تو میتونی دوستت هم همجنست باشه، هم غیر همجنست باشه، اصلا معنیش این نیست که حتما شما همجنس خودتون رو داشته باشه، ولی بالاخره پیش میاد دیگه، خیلی از دوستیا تو روابط تغییر میکنن، به هم میخورن. ولی من خودم فکر میکنم توی 33 سال چیزی که به دست آوردم اینه که دوستی که واقعی باشه خیلی ارزشمنده و واقعا تو روزی که حالت بده، تو روزی که خوشحالی، اگه نداشته باشیش جای خالیشو احساس میکنی، یعنی کاملا با خودت میگی با کی حرف بزنم، با کی درد و دل کنم، با کی خوش بگذرونم. و این دوستیه وقتی که درست شکل گرفته باشه تو سن پایین مخصوصا، به اینکه تو رشد بکنی، تغییرهای خوب تو ایجاد بشه خیلی کمک میکنه. آره دقیقا. ببین من یادم میاد که من و تو وقتی که با هم دوست بودیم، حالا مخصوصا تو دوره ارشد که با هم همکارم شدیم، اون موقع ها خیلی با هم خاطرات مشترک ساختیم. دقت کردی حرفامون جا به جا شد تو این ویدیو؟
تو حرفی که من زدم و زدی من هم حرفی که تو زدی بزدم. قبل از این داشتیم با هم صحبت میکردیم، خیلی خاطرات مشترک با هم ساختیم. بعد این خاطرات مشترک به یه جا رسید که به قول مامان بابا همون به مامان گفتن شما دوتا دیگه خیلی ولید. یادته؟ همه جا با هم میرفتیم، خیلی تفریحات مشترک، حالا علاوه بر این که توی دانشگاه هم همکار هم دیگه بودیم. بعد گذشت حالا یه سری اتفاقات پیش اومد، ما رابطمون به هم خورد. بعد قشنگ وقتی که به هم خورد، من خله اون خاطرات مشترکی که با تو داشتم و دیگه نمیتونستم با کس دیگه بسازمشون، خیلی برای من اون خله پررنگ شده بود. در ساعتی وقتی توی یه رابطه با یه نفر هستیم که حالا با یکی دیگه میرم میکنم. آره، ولی وقتی که هرچی سنت میره بالاتر به بلوغ بیشتری میرسی، میفهمی که نه، نوع دوستی با هر کسی متفاوته و دوستی من با تو از این جهت متفاوت بود که دقیقا من خاطراتی که با تو ساختم رو با هیچ کس دیگه نتونستم بسازم. هرچند من خودم آدمیم که سازشم توی رابطه هم زیاد بود. زیاد بود و زیاد هست، نه اینکه بگم الان کم شده، ولی نسبت به قبل کمتر شده. خیلی راحت میتونستم آدم ها رو دور خودم نگه دارم، البته از خودم میزدم که این کارو میکردم، ولی واقعا رابطه با تو یه شکل خاصی از رابطه بود. ولی الان که تو گفتی که تا وقتی تو دوستی هستی نمیدونی که نمیدونی یه چیزی، شبیه این گفتی که قدر اون چیز دونسته نمیشه، ولی الان من میدونم روزی که قراره با ارمغان برم بیرون، قراره یه روز منحصر به فردی رو داشته باشم، یه روزی که اصلا شبیه روزای دیگم نیست، شاید شبیه روزهایی باشه که ما دوتا با هم بودیم، ولی شبیه روزای دیگه هم نیست و این برام خیلی ارزشمنده. منم دقیقاً حسی که دارم حالا نسبت به هر کدوم از دوستایی که مثلا احساس و صمیمیت باشون میکنم و نمیگم این برچسب دوست بهشون میخوره، واسه هم وجود داره که من با ایکس ایگرگ هر کدوم که میخوام وقت بگذرونم برم بیرون، دقیقاً میدونم یه شرایطی هست که ما فقط با همدیگه تجربهش میکنیم. با اون یکی دوستم چنین جمعی رو ندارم، با اون یکی با اینکه خیلی هم دوستش دارم، اون خنده ها شاید یه مدل دیگه است، اون حرف ها یه مدل دیگه است، شخصیتی که از ارمغان بروز پیدا میکنه پیش اون دوسته یه مدل دیگه است و خیلی عجیبه. شاید آدم ها تعریفش رو این باشه که آره من یه آدم شادم، یه آدم برونگرام، نه آدم درونگرام، این اخلاق منه، همه جا هم همین شکلی هم. ولی به نظر من اتفاقا دوسته انقدر واژه خاصیه، اتفاق خاصیه که یهو تو یه بودایی از زندگیت، یه سری بودایی از شخصیتت کنار یه سری آدما نشون داده میشه که فقط اون تجربه ها رو با اونا داری. مثلا با فلان دوستت میدونی خیلی خوب میتونی قهقهه بزنی، با فلان دوستت میدونی خیلی خوب میتونی گریه کنی، از قصه هات بگی خالی بشی، با اون یکی دوستت مثلا میدونی که باش خیلی خوب میتونی خوش بگذرونی. اون دوستی به نظرم صمیمی میشه، اینا دوست بودن، اون دوستی صمیمی میشه که همه اینا رو میتونی باهاش داشته باشی و همه اینا حالتو خوب بکنه. یعنی چی؟ یعنی تایمی که باش میگذرونی، قصه داری، میری پیشش گریه میکنی، خالی میشی، حالت بهتر میشه، خوشحالی، میری باش هرکر میکنی، به یه آرامش درونی میرسی، برمیگردی به زندگیت. یه مشکلی واسه پیش اومده، نیاز داری به این که مثلا مشاوره بهت بده بدون اینکه جانب تو رو فقط بگیره، عاقلانه بهت یه راهنمایی بکنه، میدونی وقتی میری پیشش اون تو ناراحت هم بشی اون حرفه رو بهت میزنه، راهنمایی رو میکنه، این دیگه میشه دوست صمیمیه. فکر میکنم واقعا خیلی تعدادشون کمه. دقیقا. خیلی تعدادشون کمه، برعکس اون چیزی که مثلا تو سن کم میگی واو من 15 تا دوست دارم، من 20 تا دوست دارم، من هرچی بزرگتر بشید از تعدادشون دونه دونه کم، من 10 تا نمیدونم اکیپ دوستی دارم. واقعا اینجوری بود دیگه. خب میدونی چرا این شکلی میشه؟ چون آدما توی دوستی نباید اونقدر خودخواه باشن. خب باید از خودگذشتگی داشته باشن تا دوستی به این مرحله‌ای که من و تو هستیم برسه. اگر بخواد توی دوستی هر کس جانب خودش رو بگیره، هر اتفاقی کوچیکی که پیش بیاد
بگه نه حق با من بوده و فلانی این کارو کرد و اون کارو کرد و خب دوستی به اینجا نمیرسه. دوستی وقتی به اینجا میرسه که من از خودم برای تو بگذارم، تو از خودت برای من بگذری. جاهایی که لازمه، نه اینکه بی منطق آدم این کارو بکنه. آره. نمیشه مثلا هی بخوای الکی همچین حرکتی انجام بدی، ولی من فکر میکنم که یاد نگرفتیم خیلی خوب این داستانو. زمانی که بچه بودیم، حالا یه کسی توی یه محله بوده با اون بازی کردیم، باش دوست شدیم. بعد رفتیم تو مدرسه، انتخاب نکردیم، رفتیم پیش یه سری آدم، با اونا دوست شدیم، اونا موندن. دوباره مثلا دبیرستانی ادامه. من فکر میکنم خیلی ها هستن که فکر میکنن دوست دارن، ولی بعد از چند سال مثلا به هستن و سال من و تو که میرسن، یا به خودشون میان میبینن، حس میکنن خیلی تنها هن. اون تنهایی خلای دوسته، خلای کسی که واقعا دوست صمیمی باشه. طرف میبینی مثلا میگه که اوه من این همه اکیپ دوستی دارم، هر هفته داریم همه میبینیم، میریم بیرون میایم مثلا خونه هم دیگه، ولی تهش حالش خوب نیست، یعنی میخواد زودتر تموم شه بره بره خونه. یا مثلا چرت و پرت گفتن، تهش میبینی از حال همش خبری ندارن، تهش اصلا نمیدونه مثلا آره سطحیه. رفتیم با هم دیگه بیرون، اصلا حال هم نمیپرسن خیلی هاشون. مثلا میگه که میدونی فلان کس فلان مشکل داره، مثلا میگه واقعا مثلا ما آره هفته ای سه بار همو میبینیم، هفته ای سه بار خونه همدیگه ایم، میریم نمیدونم پارتی این و اون. خب این چه دوستیه؟ الف باشو بلد نبودیم، درست انتخاب نکردیم. البته ارمغان این حرفی که تو میزنی درسته، اما یه جاهایی آدم ها توی جمع ممکنه خودشونو بروز ندن. مثلا به فرض اون آدم درونگرا باشه دیگه، ممکن آره آره. و مثلا من و تو اگه یه گروه دوستی مشترک داشتیم، ممکن بود به فرض من درونگرا تو حال منو توی جمع نفهمی، ولی خب این اشکال داره که آره. از این جهت تو اونقدر حتی به من نزدیک نیستی که وقتی که منو تنها هم میبینی اینو نفهمی، این بده. آره خب من میگم با این مشکل دارم. تو وقتی میتونی بگی من با فلانی دوستم که علاوه بر این که توی جمع و اکیپ میبینمش، از شخص خودشم حال احوال بپرسم، از شخص خودشم جویای احوالش باشم. یعنی واقعا دوست اینه، دوست چیزی جز این نیست. خیلی پیش میاد الان مثلا به خاطر بحث شبکه‌های اجتماعی، آره خیلی موضوع به نظر مهمیه که طرف میگه من 300 و نمیدونم خورده 3000 تا فالوئر دارم، من نمیدونم کلی از دوستام هی استوریای منو ریپلای میکنن فلان میکنن، فکر میکنه خیلی دوست داره، خیلی کنارش آدمای زیادی هستن. ولی اگه میشینه ته دلش یه روزی که حالش خوب نیست، به اینجا میرسه که نمیدونه به کی باید زنگ بزنه، همش فیکه، همش فیکه. همه اون حال زنگ میزنه، مثلا طرف براش تایم خالی نمیکنه، ای با دوستام قرار دارم، ای مثلا میخوام برم فلان کار رو انجام بدم، مثلا میبینه واقعا تو نیاز داری، یک ساعت هم حاضر نیست برای تو وقت بذاری، یا بگه نه من تلفنی باید حرف میزنم، بذار خودتو خالی کن. خیلی به نظرم مقوله مهمیه بحث دوست و دوستیابی و کیفیتی که به زندگی آدم میده، که آدم ها اصلا در موردش خیلی فکر نمی کنن، سرچ نمی کنن، اطلاعات ندارن و همین جوری رندوم با یه سری آدم دارن میچرخن. و همون رندومه، آقا تو یه دفعه میری توی یه جمعی چهار تا دوست پیدا میکنی، اهل مطالعه مثل اونا اهل مطالعه میشی، میری توی یه جمعی فیلم بازن مثل اونا اهل فیلم دیدن میشی، اهل مشروبن مثل اونا میفتی به مشروب خوردن، معتادن مثل اونا معتاد میشی، اهل نمیدونم مباحثه در مورد بحثه مثلا فلسفی هم تو هم میشی یادم فیلسوفی. واقعا تأثیر داره به اینکه تو به کجا میری و چرا مثلا ما بهش فکر نمی کنیم، چرا در موردش سرچ نمی کنیم، حرف نمی زنیم، چرا دوستایی که داریم و یه وقتا نمیشینیم آنالیزشون بکنیم ببینیم که کسی که باشون ارتباط داریم واقعا دوستن، رفیقن، همراهن،
به دردت میخورن، کمکت میکنن. من فقط هستم. دقیقا. اسمشون تو این لیسته هست. آخه میدونی به اونایی هم که صرفا هستن میگیم دوست. آره. ولی اون دوستی که ما میگیم معناش متفاوت تر از اون. من الان مثلا یه وقتا میخوام به بقیه بفهمونم که این فرق داره، میگم این رفیقمه. میدونی رفیق شاید قدیما خیلی مشتی، کسایی که مشتی بودن بهش گفتن مثلا رفیقمه، ولی آره. از نظر من همون دوستی درست رفاقته. حالا برچسب اون ارتباطه که دوستی روش خورده، به نظرم با کلمه رفاقت برای من خیلی میتونه عمیق‌تر باشه. متوجه. به نظرم خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه که بچه ها مخصوصا قبل از اینکه وارد دبیرستان بشن در مورد این موضوع فکر کنن، خانواده ها بهشون یاد بدن. متاسفانه جامعه ما مخصوصا توی خانواده هایی که یکم فرق نداره که حالا بگیم که بهشون مذهبیه یا غیر مذهبی، تا یه جایی دوست رو یه موجود اضافی میدونن توی زندگی بچه هاشون. نمیدونم دقت کردی خب فکر میکنن به نظرم میخواد ازشون دور بشه. آره. یا اینکه مثلا به راه خلاف کشیده بشه. آره دقیقا. حالا در عین این که باید حواسشون به بچه باشه، باید بذارن که بچه خودش هم تجربه بکنه. حالا یه خورده که باز آدم ها بزرگتر میشن، حالا سن بلوغ فکری هم توی هر آدم متفاوت تره، ولی زمانی که به بلوغ فکری میرسن برای هم خانواده ها رضایت دارن از دوستی بچهشون با بقیه، همین که خود اون آدم وقتی به بلوغ فکری رسیده دیگه آدم های اطرافشو طوری انتخاب میکنه که براش چجوری بگم معنای رفیق بده. آره دقیقا، نه اینکه صرفا معنای دوستی رو بده که توی زندگی من هست. سرشته که الان بگم کردم. خلاصه که من تجربه که از دوستی داشتم، رفاقت داشتم، هم بهم خیلی ضربه وارد کرده خیلی وقتا، از اکیپا و آدمایی که برشون وقت گذاشتم، انرژی گذاشتیم، رفتیم اومدیم، به قول خودمون فداکاری کردیم براشون، ولی وقتی که باید باشن نیستن. یهو منافع خودشون رو در نظر میگن، یهو فکر میکنن که اصلا به من چه کاریه من بخوام برای این کاری انجام بدم، وظیفه ای ندارم، یا میکشن خودشون رو کنار، میگن ما دخالت نمی کنیم توی موضوعات و اینا. ولی ببین خیلی کم بودن، خیلی کم بودن کسایی که درسته‌ای واسه موندن و واسه من موندن و کنارم بودن. و واقعا این نیستش معنیش که مثلا تو دعوت نمیشه، قهر نمی کنی، اختلاف پیدا نمی کنی. معنیش اینه که هرچقدر هم این اتفاق افتاد، باز این تنابه اگه پاره میشه گره میخوره، نزدیکتر میشه، این هی نزدیک و نزدیکتر میشه رابطه. چرا؟ چون آدم ها متوجه شدن که این کارو که کردیم اشتباه بوده، بعد این رابطه رو که ارزشش رو نداشته خراب بشه، خراب شده. حالا این سری حواسم رو جمع میکنم، اشتباه های سری قبلم رو تکرار نمیکنم. چرا؟ چون اون آدم واقعا ارزشش رو داره، چون لحظه های خوبه ارزشش رو داره، چون تجربه ها وقتی بهش فکر میکنم، وقتی مثلا اون دوست کنارم نیست، دلم تنگ میشه با اون آدم اینو داشته باشم. ببین من اینجا دلم میخواد بگم که همیشه یه روانشناسی زرد یه جمله کلیشه‌ای با این مضمون میگه که یه نفر که برات تموم شده دیگه تموم شده. ولی به نظرم این حرف غلطه، از این جهت که ممکنه یه آدم توی برهه به دلیل یه سری اتفاقات روحی، چه خود آدم چه طرف مقابل آدم، اون رابطه به هم بخوره و اینجا به قول تو اون تنابه پاره میشه. و بعد اگر این دوتا آدم جفتشون دوباره تلاش کنن که اون تنابه رو گره بزنن، به قول خودت این دوستی از قبل محکمتر میشه. درسته. خب این به نظرم حالا علاوه بر بحث دوستی، کلن به بحث شخصیت آدم ها، مدیریتشون
تو روابطشون تو زندگی برمیگرده. اینکه بتونن آنالیز بکنن، اینکه بتونن فکر کنن چی خوبه، این میارزه نمیارزه، میدونی ارزششو داره من این دوستی رو داشته باشم نداشته باشم، و فکر بکنن، چیزی که خیلی انجامش نمیدیم. یعنی فکر کردن میکنیم، مثلا فرار میکنیم از فکر کردن. خیلی وقت فرار میکنیم وقتی میخوام در مورد یه موضوع عمیقش ولش کنم، بابا دیگه حالا خسته میشم خیلی فکر کنم در موردش. چه فازمون چیه که سخت فکر کنیم؟ واقعا فازمون طوریش نیست به نظرم، این بازی ناخودآگاه ماه که همیشه دوست داره فرار کنه. فرار کنه، میگه حالا ولش کن دیگه، همینی که هست و پیش میبرم. ببین البته این بازی ناخودآگاه واقعا هست، اما آدم توی پروسه درمان برای تراپی به یه جایی میرسه که خب آگاه تر میشه نسبت به موضوعات دیگه. به فرض آره من دارم توی این موقعیت از این فکر فرار میکنم، دیگه واقعا آگاه هم که دارم فرار میکنم و خودخواسته دارم به ناخودآگاه خودم هم دامن میزنم. این فقط آگاهیه، ولی به یه جایی میرسی که این مسیر تکراری ناخودآگاه میشه عوض کرد و اون موقع است که آدم بتونه فکر کنه و دیگه فرار نکنه. نه در همه موقعیت ها، با تمرین توی اکثر موقعیت ها میشه به دستش آورد و واقعا فکر کردن از اونجا شروع میشه. من یه وقتی میشنم بارها هم با خودت صحبت کردم، میشنم فکر میکنم چقدر مثلا انرژی گذاشتم واسه یه سری آدم ها، واسه یه سری دوستی ها، خب چقدر واسه هم ارزش داشته، اون آدم ها رو دوستش داشتم، ولی اون رابطه مثلا یهو هیچ شده، به هیچ جا نرسیده. الان به نتیجه رسیدم که واقعا باید دو طرفه باشه. یکی از بزرگترین مشکل هم اینه که اون یکی طرف داستان شاید اصلا فکر نمی کنه یا اون قدری که باید ارزش این داستانه رو نمیدونه، میگه حالا زیاده دوست دیگه، حالا این نشد یکی دیگه. ولی کی میفهمه؟ تو چالش های روحی. به شدت آدم تو چالش های روحی به اینجا میرسه که مثلا این دوسته که کنارمه به درد نمیخوره، این اصلا دوست نیست، یا فلانی خوب بود، اون فلانی خیلی هوای منو داشت. خیلی به نظرم این موضوع تاثیر گذاره و من خودم بابت این موضوع خیلی شکست خورم، خیلی حال بد تجربه کردم. دلم نمیخواد کسی دیگه اینجوری بشه، ولی خب میشه، طبیعت اگه نکنی تجربه نکنی که بزرگ نمیشی در هر صورت. آره. ولی فکر میکنم که آدما از بچگی از وقتی که یعنی دیگه وارد جامعه میشن، جامعه کوچیکشون که حالا میخواد مهد کودک باشه، میخواد مدرسه باشه، میخواد بره جلو در خونهشون بازی کنه، تو حیات خونهشون بازی بکنه، اولین چیزی که میتونه بهش رابطه با آدما رو یاد بده، فداکاری رو یاد بده، نمیدونم محبت کردن رو یاد بده، همین دوستی است. چیزی که همین که میگیم خانواده خیلی بهش اهمیت نمیدن، مثلا میگن اسم دوستات چیه؟ خب آرمیتاه، نمیدونم پارمیدا. خب ولی هیچ کدوم نمیگن آرمیتا چجوری اخلاقش؟ چرا چی شو دوستش داری؟ مثلا تو دوره نوجوانی دیدی آدم چقدر دوست دوستش وابسته میشه، چی کار میکنه که دوستش داری؟ مثلا چه خصوصیتی داره که تو دوستش داری؟ تو وقتی چهار تا سوال اینجوری از بچت بپرسی، یهو میفهمی که بچه من نیاز به محبت زیاد داره، نکنه از این محبت زیادی که بهش تشنه است یهو به یه آدم اشتباهی رو بیاره. چرا؟ چون اون این خلا رو پر میکنه، ولی بقیه اون خصوصیاتی که باید داشته باشه رو نداره، یا یه چیزای بدی داره که واقعا بچه تو از مسیر خارج میکنه. خیلی بهش بی اهمیتی و خیلی اصلا صورت مسئلهش رو کلن پاک میکنه. معنی نداره تو انقدر رفیق باز باشی. رفیق بازی چه معنی داره؟ چرا همه وقت تو با رفیقات میگذرنی، باید با خانوادت آقا جان
خانواده سر جای خودشه، دوست جای خودشه، خواهر برادر جای خودشه، هر چیز جای خودشه. به رشد شخصیت آدم ها کمک میکنه دوست داشتن. دوستی که میشه رفیق میشه جزو خانواده ی آدم. آره دیگه، ولی خب اگه خانواده هم قبول کنن میکنن دیگه، ما رو قبول کردن دیگه، مجبورم بگن قبول. تو دوباره با فلانی دوباره، شما که تازه همه دیده بودی چه خبرتونه؟ بازه تو تازه بوده، بازه من خیلی گذشته، چرا تو فکر میکنی تازه بیشه هم بودی؟ شاید خب قبلا انقدر معنی دوستی زیاد نبوده، چون خواهر و برادر زیاد بودن، خانواده شلوغ بودن، اینا دیگه ناخودآگاه انقدر درگیر روابط درون چیز میشدن، خانوادگی میشدن، که دیگه مثلا زیاد اهل پیدا کردن دوست و رفیق نمیشدن. آره. ولی واقعا نیاز دارن بهش، چون تو هیچ وقت نمیتونی اون رابطه که با خواهر برادر داری باید مثلا با دوست داری با خواهر برادر داشته باشی، چون یه سری اجباره، این یه سری از روابط خواهر برادری اجبارهایی توش وجود داره که آره دیگه تو نمیتونی ازش فرار بکنی. من که حالا از اون موقعی که یادم میاد بهم میگفتن خیلی رفیق بازی، مامانم اینا خیلی بد بهم میگفتن رفیق بازی، یعنی اصلا یه صفت بدی بود، تو همش مثلا واسه دوستات وقت میذاری و اینا. بعد من خودم ناراحت نبودم به این مثلا کلمه رفیق باز اینه که بهم میگفتن، ولی الان یه چیزی من بگم در چیزی را که در راجع به رفیق باز میگی. ببین قطعا هم تو زندگی من هم تو زندگی تو آدم هایی هستن که من حالا نمیخوام نام ببرم که رفیقی توی زندگیشون ندارم. آره. خب و خودت میخوام اینو ببینی که سازش اونها با آدم های اطرافشون، با پدر مادرشون، با خواهر برادرشون چه شکلیه. آره. و سازش ماهایی که به همون میگفتن رفیق باز چجوریه با دیگران. یعنی انعطافی که ما داریم و هیچ وقت اونی که هیچ رفیقی نداشته توی زندگیش خب نداره یاد نگرفته. آره. تجربه به دست آوردیم، گریه کردیم، غصه خوردیم، شکست خوردیم تو دوستیمون. خب اینا همه تجربه هایی بوده که روابط انسانی رو توی ما تجربه همونو قوی تر کرده و بهتر داریم میشناسیم آدم ها رو. خب این خیلی خیلی مهمه تو هر سنی که هستی به این موضوع دوستی خیلی اهمیت بدید، بهش وقت بذارید، الکی از کنارش رد نشید، دوستایی که دارید و همینجوری هی بهشون فکر کنید، یه ریویو رو همشون داشته باشین، ببینید که وقتتون رو دارید با کیا میگذرونید، ارزشش رو داره یا نداره. و توی کاس کردن روابطی که واقعا چیزی بهتون اضافه نمیکنه، واقعا بود و نبودتون تو اون رابطه فرقی واسه اون طرف مقابلتون نداره، شجاع باشید و ازش بیاید بیرون و با آدمای درست جایگزینش کنید، چون ما زمان محدودی داریم تو زندگیمون و نمیتونیم همینجور ادامه بدیم با یه سری آدمای اشتباه که هیچی بهمون اضافه نمیکنن، انرژیمون هم دارن میگیرن و خودمون از آدمای درست و حسابی محروم میکنیم. خودمون رو توی جامعه های مختلف، توی شرایط مختلف بذاریم، بریم باشگاه، بریم کتابخونه، بریم نمیدونم یه حرفه جدید یاد بگیریم، توی جوامع مختلف حضور پیدا بکنیم تا بتونیم دوستای جدید و مرتبط با علایقمون پیدا بکنیم که دیگه اینجا ما انتخاب بکنیم، اینجا دبیرستان ما رو انتخاب نمیکنه، دوست جامعه دوستیمون رو انتخاب نمیکنه، دانشگاه انتخاب نمیکنه. تو میبینی مثلا علاقه داری به ورزش، میری کسایی که میان تو باشگاه بالاخره 70%شون علاقمند به ورزشن، از بین اونا نگاه میکنی میبینی 4 تا آدم دیگه باشون آشنا میشی، حتما هم قرار نیست اونا بشن دوستات، آقا تست کن، وقت بذار، برو بیا، ولی ارزش قائل شو واسه خودت و عواطفت و اون تایمی که داری با یه سری آدم ها میگذاری که اسمشون رو میذاری دوست و رفیق. من یه چیز هم به حرفی تو اضافه کنم، این که هیچ وقت ما نباید از دست دادن بترسیم. یعنی فکر کنیم که حالا من وقتم رو به این آدم گذاشتم، چه میدونم 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله باهاش دوستم، خب اینم زمان کمی نیست واقعا. درسته که زمان مثل برق و باد میگذره ولی کم نیست. اصلا
فکر نکنیم که حالا من چون وقت با این گذاشتم و واقعا به یه جایی میرسم میبینم که راه من از این آدم جدا شده، نه دیگه علاقم بهش میخوره، نه دیگه بعضی از رفتاراشو دوست دارم و ادامه دادن این دوستی بیشتر برای من این صدمه است تا بخواد به من کمک بکنه. نترسیم از شکست، نترسیم از این چیزا، نترسیم راهمونو بریم جلو، دوستای خوب پیدا کنیم. آره واقعا هیچ وقت هم متوقف نشیم تو این مسیره که فکر کنیم نه فقط دیگه همین دوستا بودن و هستن و خواهند بود. آره قشنگ تجربه های جدید اگه راهشو باز بذاریم برامون پیش میاد. آره دقیقا. امیدوارم که بهترین دوستای زندگیتون رو میتونید پیدا بکنید و باهاشون بهترین خاطره ها رو بسازید که با دیدن عکساش و با دیدن فیلماش همونقدر لذت ببرید که اون موقعی که تو اون موقعیت بودید و همش دنبال این باشید که اونو تکرارش بکنید، اون خاطره ها دوباره واسه تون بازسازی بشه و اون لحظه های با کیفیت و واقعا برای خودم، برای محدثه و همه کسایی که این ویدیو رو میبینن و همه آدم ها کنن آرزو میکنم، چون خیلی خیلی لذتش زیاده و هممون لیاقتشو داریم، واقعا لیاقتشو داریم. دوستاتون درست هم خدافیز.